برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده‌های عزیز برنامه یک قدم، سلام بر شما. امیدوارستم که صحت سلامت باشین. این بار در برنامه یک قدم عزیز بسیار نازنین را از خانواده مطبوعات افغانستان داریم که تمام مردم افغانستان از سالیان متمادی شاهد کارکردهایش هستند. خانم بسیار فعال، مادر بسیار خوب و زن ارزشمند را می‌خوایم در برنامه یک قدم براتون معرفی بکنیم. خب همین که تصویرش ظاهر شوه، حتما شما به یاد خاطره های کارکردشان در خانواده مطبوعات افغانستان می باشین. حنیفه جان واحد مختار، یکی از گوینده های برازنده رادیو تلویزیون ملی افغانستان که امروز از مدت هست که در کشور اتریش به صفت پناهنده یا مهاجر زندگی میکنن و در دیار غربت همچنان فعالیت های ارزنده دارن که در لابلای برنامه ازشان مشنویم. حنیفه جان قند، خوش آمدین. زنده باش فریبا جان قند، شما خوش آمدین به اتریش. تشکر از دعوتت، خوش هستم که میبینمت. همچنان قبل از اینکه بریم به سوالات بپردازیم، حتما گفته های سلام و کلام با علاقمندان برنامه یک قدم دارین که ازتان میشنویم و بعدش میپردازیم به سوالات. چرا نه، تشکر. بازم بیننده های عزیز و علاقمندان گرانقدر برنامه یک قدم، امید است که سلام های قلبی مرا هم قبول بکنین و زیاد زیاد خوش هستم که یک بار دیگه مقابل کمره تلویزیون قرار گرفتیم و با شما عزیزای خود هستیم. تشکر میکنم از فریبا جان چرخی، همکار بسیار خوب و نازنینم که واقعا کارکردهایشان بسیار بسیار قابل ارزش و دیدنی هست و من افتخار میکنم که در خارج از کشور هم اینا آرام نشیشتن و همیشه جستجو میکنن دوستاره و به هر کشور سفر میکنن و از دوستا مصاحبه میداشته باشن و من بسیار زیاد خوش شدم که آمدن و ما با هم بودیم در هتل و امروز خواستیم که یک جا باشیم در مقابل کمره و گفتنی های خود بر شما داشته باشم. زیاد زیاد خوشحال هستم و فریبا جان همکارایی که آمدن همیشان خوش آمدید میگم به امی برنامه که ما داریم و امروز همین ما شما یک جای هستیم. سلامت باشی حنیفه جان قند، مطمئنن که علاقمندان شما بعد از مدت تصویر شما را از طریق برنامه یک قدم میبینن و در اذهانشان خاطرات از شما دوباره تداعی میشه. خودم هم این لحظه فریبا جان متفکر میکنم که بازم تلویزیون است و خودت هستی، من هستم و استدیوز همکاران عزیز ما که یادشان بخیر باشه. بله. همگیشان هر کجایی که هستن کنام سلام های ما را قبول بکنن. تمام همکارای ما در هر کجایی که هستن، مخصوصا تلویزیون ملی که هیچگاه اونا رو ما فراموش نمی کنیم و یادشان همیشه در خاطرات ما و در قلبای ما هستن. هر جایی که هستن خوش باشن. زنده باشی حنیفه جان قند، من خاطرات بسیار خوب و شیرین از شما دارم، همیشه با امی لبخند زیبا شما رو میبینم. خانم بی‌نهایت مهربان عزیز، میایم سر سوالات برنامه یک قدم. قسمی که بیننده های برنامه یک قدم با روالش آشنا هستن، کاملا یک برنامه خودمانی هست و می خواهیم که ما صحبت های بسیار خودمانی داشته باشیم. دقیقا. آن ناگفته هایی را که شما در مورد خودتان از طریق رسانه ها نگفتین و یا ای که همیشه شما را در پشت میز خبر دیدن یا ای که در یکی از برنامه های تلویزیونی دیدن، ولی بیشتر در مورد جزئیاتی که شما چی پله هایی را گذاشتاندین، چی مشکلات را گذاشتاندین و بالاخره به با عنوان یک نطاق مطرح ظاهر شدین، در خانواده مطبوعات افغانستان خدمت کردین. امروز بین که از زبان خودتان یک چیزایی در این مورد بشنویم. حنیفه از کجا شروع کرد کار رسانه‌ای؟ حنیفه بسیار خرد بود. فریبا جان من بسیار، یعنی خرد نه که بسیار خرد بودم، اما صنف ده مکتب بودم که کار ما آغاز کردم با رادیو تلویزیون ملی، البته با برنامه اطفال. برنامه اطفال که من خودم گوینده نبودم، تنها یک برنامه را خواندم و معرفی مکد و رئیس به تلویزیون آقای حضرتی صاحب بود که یادشان بخیر، هر جایی که هستن اونا را هم سلام میفرستم، به خاطر امروز اگر ما به جایی رسیدیم از برکت همی بزرگا بودن. دقیقا. و اونا یکی از دوستای بسیار صمیمی پدر جانم که خدا اونا را مغفرت کنه، الهی امین، یک جایی بودن
و پدرم پیشنهاد کرده بود و من همیشه میشیشتم سر به خود یک چیز را میخواندم، زیاد علاقمندی نشان میدادم و پدرم بر من همیشه زمینه را مساعد ساخت، گفت که من امروی آقای حضرتی صحبت میکنم، برو برنامه اطفال بعض چیزها را خیلی بخوان شروع بکن به کار. اما بود که من از برنامه اطفال شروع کردم فریبا جان و هیچگاه فراموش نمی کنم که وقتی که یک برنامه بود راجع به کره زمین و من وقتی کره خواندم بعدش با اونمو مشکلاتی که داشت نشر شده بود، یعنی بر من عرض گذاشته بودن که یک طفل است و طفل یا یک نوجوان است آمده خوانده و خودم که او رو شنیدم باور که خودم هیچ فکر نمی کنم که من باشم یک صدای غور و زیر تاثیر رفتگی. بله. و بسیار زمین دارای یک چیز آمده بود که اصلا قابل شنیدن نبود، اما بر من وقت دادن تا این که واقعا آهسته آهسته رساندیم خود. از اونجا شروع کردم و بعدش از امو سال که من به مکتب بودم و می آمدم خانه و منتر رادیو بودم، امکانات زیاد بود، می آمدن از خانه مرا می گرفتن که دو دوره شلاجان حیاتی هم همراه ما بودن، یک جا می شدیم موتر همه می گوینده را نتاقای برنامه را که بعدا باز من برنامه صحت هم می خواندم، برنامه کودک هم می خواندم که دو دوره جمیله جان وردک بود و ما دیگه آیسته آیسته کم کم شروع کردیم باز به کارهای خود. و قسمی که افغانستان یا مردم افغانستان شاهد هستن که بالاخره حنیفه جانی که از صنف ده مکتب شروع کرد کار گویندگی را که حتی بر بار اول صدای خود قبول نداشت، واقعا نتاق مطرح شد که پشت میز خبر ساعت 8 تلویزیون ملی و خبر مرکزی را. و در ضمن از این براتون بگویم بیننده های عزیز که حنیفه جان امو اندازه که در کارشان فعال است با امو اندازه یک خانم بی‌نهایت مهربان عزیز است و مادر بسیار خوب است که میخوایم در مورد از این که چه کارهای برای خود کردن در لابلای برنامه میشنویم. حنیفه جان قند، اولین برنامه تان خاطرش گفتین، کدام وقتی کدام یک از برنامه های من شاهد هستم که شما برنامه های متفاوت و متنوع را پیش بردین، کدام برنامه بود که بی‌نهایت بدلتان چنگ میزد و وقتی که ازش میشنیدین لذت میبردین، او کدام یک برنامه بود؟ فریبا جان قسمی که شما گفتین شاید هم هستین که من اکثرا برنامه های ادبی را میخواندم، دیگانه برنامه هایی که خود البته به تلویزیون راحت احساس نمیکردم برنامه آزاد بود. بله. مثلا برنامه هایی که سر روی استیج بود اینا. بله. خوب تو نبود که من نتونم، اما خود قید فکر میکردم، خب روحیه فرق روحیه میکنه. بله. بله. اما میشه در برنامه ادبی و زمزمه شبنگام و در تلویزیون البته برنامه کتاب شما دیده بودین که میخواندم، برنامه البته بر رادیو همچنان برنامه زیاده را که میخواندم، همیشه برنامه شیری بود، مثل ترانه و سخنها بود، برنامه از هرچمن سمنه بود از طرف صبح نشر می شد، پیاما بود. خب زیاد برنامه بود که نسرین جانشان یادشان بخیر همیشه برنامه از اونا را می خواندم، امرای آشناسای بود یادشان بخیر و آقای نوری بودن و همکارا همیشان آقای حسینی و اینا را همیشان سلام میگیم. امی زمینه بسیار فریبا جان چون برنامه خود ما و شماست، همه برنامه را دوست دارم. ای که باز خودت همکار ما هستی و یک جای هستیم، اما تو یک سلام امید لحظه برای همیشان میگم، همیشان دوست دارم، همیشان یاد میکنیم و ما فریبا جان که دیشب یک جای بودیم همیتون یاد کردیم از خاطرات بسیار خوبتان، از گپایی که ما شما داشتیم، بسیار صمیمیتایی که داشتیم، آقای مدقق، رئیس بینا، هر کدامشان دیدار دوستانه که بعد سالیان میبینی و خاطرات خوشش بارشان داری، 10 سال آدم جوان میسازن خدا کنه چون میری به یاد گذشته ها و یادآوری میکنی اون روزای شیرین. دقیقاً دقیقاً. و تلویزیون ملی ما همیشه برش گفتیم تلویزیون مادر است و به نهایت دوست دارم. خدا رو شکر که ما ور دخترها داره. خدا رو شکر و مطمئنن که بالای ما افتخار هم میکنه تلویزیون ملی. اما من اگه شاهد هستم بالای شما افتخار میکنم واقعا، و مطمئنن که مثل یک گل که از یک جا مشکفه و او یاد میشه که فریبا جان چرخی از رادیو تلویزیون ملی افغانستان، یا از من یاد میشه یا از همکارای دیگه ما، واقعا که یک افتخار است که برای تلویزیون هست و
امو زمینی را که بر ما شما مساعد کردن ما تانستیم از امو استفاده بسیار درست بکنیم. دقیقا. یعنی یک جنبه مثبت داره از هر نگاه. اما ترست هنی بجان ما شما خو همیشه کار ما قسمی بوده که خاطراتی از کارهای خود داریم، یادهایی داریم، بعض وقتا خاطرات هم است که یاد کردنش بارها ناراحتیش دوباره میسته، ولی خاطرات شیرینی هم است که همیشه وقتی که یاد میکنی از امو خاطره و از امو کار کرده لذت میبری. جالب ترین و خوشایند ترین لحظه یا خاطره که از کارکردهای کارهای تلویزیونی و رادیویی داشته باشید همیشه که با بیننده ها شریک کنیم. من یک مثال کوچک میتونم از لیلا ماجان احمدی را یادتون بله که من یک مصاحبه دیگه هم داشتم فریبا جان، واقعا هیچ وقت فراموشم نمیشه، چون ما شما اکثرا هم به رادیو خبر هشت داشتیم هم به تلویزیون و نظر به تقسیم اوقاتی که درست میشد از طرف دفتر نتاقا او همه ما مثلا یک شب به تلویزیون می بودیم، یک شب خانه می بودیم، یک شب بعدش به رادیو می بودیم. و جالب و بسیار همه خاطراتم خوب است، خوب کارها پایینی و بالایی داره، اما واقعا امروی همکارایم بسیار زیاد خوش بودم، خوش گذشته، از هر کدام خاطرات خوب داشتیم. اما می خاطریم واقعا امروی لیلا ماجان احمدی بسیار، یادش بخیر، همیشه یادش که میکنم آنقدر خنده میکنه میگنی واقعا هیچ یاد ما نمیره این خاطره. هر دوی ما بهم گفت، من همیشه میگفت حنیف جان میگفت بیا حنیف بریم آرایشگاه تا ما خود جور کنم باز خودت برو رادیو، چون خبر هفت تلویزیون هفت بود فکر میکنم فریبا جان، هفت یک وقت تغییر کرد باز هفت شده هفت و هشت یکم باز میگفت هنوز به خودت زیاد وقت است، بیا حنیف بریم، ما تناستم با آرایشگاه کم خود درست میکنم سر وزمه، باز خودت بیا رادیو نیم ساعت زیادتر وقت داری، من میرم خبر تلویزیون خودت رادیو. گفتم درست است، تقریبا همیشه می کارد. اما امروی لیلا ماجان چون دیگر مثلا شما می آمدین ناوقتر راستن به تلویزیون اگر می بودین، اما لیلا ماجان امروی ما زیادتر وقت می بود دفتر، باز می رفتیم یک جه. فریبا جان دیگه اموجه شیشته بودیم، لیلی جان دیگه خود کمک خودش آرایش کرد و جور میکرد موی و اینای خدا که برش در تلفن زنگ آمد امی تلفن گرفت، سلام علیکی کرد، من دیگه هم تو پولیش قرار شیشته بودم دیگه، گفتم بیرو برم، گفت نیت کرد که باش همینجا. گفتم خب امروی زریما جان امشیری خود آلمان صحبت میکرد، خوب است ساعتت خوب است؟ خوب یک فکر کنم یک 3-4 دقیقه یا زیادتر که گذشت، یک دفعه لیلا ماجان طرف مسای کرد تو که دست خدا، من گفتم که تو اشاره کردم، گفتم چی؟ چون نمیخواستم صدایم زیاد بلند شد باز کن. آها من گفتم چی شد؟ نمیفهم، من گفتم لیلی چی؟ یک دفعه گوشی را گفت که تلفنم کجاست؟ جالب لیلا ما جون گپ میزنی امروی زریما جان دقیقاً بعدش آنقدر خنده کردن حتی زریما جان از آلمان خنده میکرد، گفتم رویت گپ میزنی ونیفا جان میگم چی شد گوشی تلفن رو شرید یادشان بخیر خاطره بود، خاطر جالب هست. دلیلش ما شما میفهمیم چون پای هم پروگرام و استرس و دورایی که ما شما بودیم واقعا بسیار، یعنی در برنامه از طرف دوچه ویله که بود خبرهای آلمانی تقریبا باور که فریبا جان من یک شب باد نوکری بودم در اوایل که ما یک دوره همو آموزش دیدیم بر 2 سال امروی دوچه ویله آلمان و سطح کفیت و اینا رو بر ما دادن که ما میتونیم نریشن کنیم، ما میتونیم پریزنتر باشیم و اینا، یعنی در او دوره چون ما همیشه تمرین میکردیم یک شب بعد یک شب پشت و یک شب دری ما وظیفه میرفتیم و نوکری بودیم. بله و واقعا بسیار سخت بود که هر یک شب بعد در کار و گفته شما آدم تلفن چی که خودم کجا میکنه کجاستم دقیقا نمیرقم بود. حنیفه جان قند من به تمام معنام درک میکنم که کار رسانه یک کار بسیار پر استرس و پر دوش و تپ و تلاش است و اینا، مثلا 8 صبح شما می آمدین به رادیو، بعض وقتا 8 تا 11 شب در شب و تا روزای رخصتی را و عید و همه را مثلا با مردم بودین، از زندگی شخصی تان می خواهیم بشنویم که کدام فرصت را شما بر خانواده می دادین، چون مسئولیت مادری و خانه و اینا از اون می شکل بله ما شما همه ما در یک کشتی بودیم، یک جای در سفر یک جای بودیم، همه ما در یک
عسکری بودیم. دقیقاً. از 8 صبح که موتر می آمد می رفتم رادیو و بعضی وقتا قسمه می شد که تا 8 شب خبر رادیو می بود، می گفتم دیگه حالا من بیایم خانه دوباره. باز همکاری میکردن دیگه در خانه، اولادام همکاری میکردن، روزای رخصتی را همراهشان پنجشنبه و جمعه را بود، اون وقت رخصتی بود پنجشنبه و جمعه و کار خود قسمه میکردم. فریبا جان که میبودم مثلا تا 2 بجه برای رادیو یا 1 بجه، 1 بجه میرفتم خانه تا ساعت 4 بجه کار میکردم، کار خانه و جنجالا همه چیز نان درست میکردم و یا که در خانه کمک میکردن و دوباره باز لباسای ما تبدیل میکردم میامدم به خبر تلویزیون. اما اکثرا در رادیو که نوکری میبودیم، چون میفتیم 8 شب است و ضرورت به لباس دیگه نیست، میبودم به رادیو و زیاد خوش هستم از فامیل، همیشون همکاری میکردن، کمک میکردن. بله دقیقا، چون وقتی که یک خانم هستی و او هم یک خانم افغان، توقعات خانواده ها و فامیل و سیالی و شریکی بله. و رسیدن. اما در حالت فریبا جان میرسیدم شاید بله همه ما شما دوستا فامیلا هر کدامشون حتی برام زنگ میزدن که شب جمعه است ما سبا میاییم خانه هستی یا نه، مخصوصا فامیلای کاکایمشون بچه و اینا میخواستن که بیاین بشینن امروی فامیلا یک جای باشیم، میگفتن همیشه میایی میخوری اما میگی ما نوکریستم، ما شب تلویزیون میبینیم که نوکری هستی یا نه، باز میگفتم بیاین هزار دفعه چرا نه دیگه، هر شب جمعه مثلا روز جمعه نوکری نیستم، روزی که نبودم بیاین. بسیار موقع خوبه برای اونا هم میدادم، مثلا میرفتیم سالنگ میرفتیم در بار در زمستان میمونیا داشتیم، به اصطلاح یک گردک بود، همه میرفتن یک جای میرفتیم، باز دیگه دفعه جای دیگه میرفتیم و در سیالی و شریکی هم دوستا و فامیلایی که میبینن انشالله هیچ وقت برشون کمی نکدیم. فریبا جان ما شما خانمان خود دادیم مثل ماشین خود ایار کرده بودیم که باید مطور به ترتیب تمام مسئولیت های خود که داریم در قبالش، یعنی اگر تلاش باشم میتونادم. فریبا جان اوی که درست از فشار سر خود ما آمد یا مثلا ما زیاد جنجال ها رو کشیدیم، اما فرق میکنه نظر به توانمندی، نظر به پشت کار. ما و شما هم تو زاده شدیم، از خردی شروع کردیم به کارهای بیرون و فضل خدا در خانه تو نبوده که مثلا یک بی سلیقگی بوده باشه به خانه. من دیده بودم سلیقه خانم میبر و میشه یادش بخیر میگفت که 11 بجه شب میبینم که دستمال به دستت هست، آینه رو صافی میکنیم. میگفتم من خود دیگه وقت ندارم، اگر ایره بانم خودم طاقتم نمیه، یعنی تا ناخت های شب بیدار می بودم اما کارهای خودم میکردم همیشه. خب از گذشته ها و از یادهای کار دوران افغانستان صحبت های داشتیم، هر قدری هم که بگوییم بله هیچ اصلا یک گوشیش هم نگفتیم. بیایم سر از اینکه از دیار غربت، از هجرت، از سالهایی که جا آمدین و مطمئنا کسایی که بیرون از افغانستان آمدن و زندگی میکنن میفهمن که یک روال رو باید پشت سر بگذرونی تا اینکه زندگیت مسیر مستقیم میخواد پیدا کنه. نیام یک زحمت میخواد. کاملا یک بار دیگه زندگی را از صفر شروع کردن است. در این مورد اگه دوست داشته باشین که گپای با ما داشته باشین، با بیننده ها داشته باشین. فریب جان خود در جریان هستی که تقریبا 7 سال میشه که من از اتریش، از افغانستان به اتریش آمدم و دخترک خوردم اسنا جان تقریبا 8 ماه بود. بله آمدم راستن به اتریش، قصدم هم اینجا اتریش بود، زیاد دوست داشتم، همیشه فکر میکردم هم تو یک چیزه، گرچه کشورهای دیگه مثلا آلمان اینا هم از فامیلا و اینا، اما من دوست داشتم اتریش، آمدم به اتریش و گپ شما که بسیار مشکلات با وجود که تنها بودم، فامیلا گرچه بودن اما هر کدامشون به جای دیگه، اما خودم اما تو که در افغانستان استاد شدم، اینجا باز یک بار دیگه استاده شدم، گفته شما از صفر شروع کردم، با می دختره که خوردم، اما مراحله که من پناهندگی دادم بعدش قبول شدم، بعد 1.5 سال دوتا دخترک های من حسنیه جان و سینا جان دعوت کردم و منتظر مسیح جان پسرم بودم که به خیر رو برسه و همی قسم فامیل خواستم و اینجا که آمدم تقریبا 3 سال از خاطر دختر خانه بودم که اجازه درس و اینا رو نداشتم، در می 4.5 سال دیگه تقریبا 4 سال دیگه فریبا جان تمام امو سیستم هایی که به آلمان و اتریش اینا هست، یعنی کورس ها و اینا رو خواندم، با موجودیت دختر خوردم منتظر چیز نبودم، خودم فقط میگفتم باید بخونم و اینجا باید یک جای را داشته باشم و پای خود دوباره استاد شدم. من در جریان که در کورس بودم فریبا جان
یک روز یک متن اینا رو میخواستم، معلم ما پرسان کرد، گفت خوب خواندیم، زیاد خوشم آمد. من خدا معرفی کردم، گفتم من در افغانستان گوینده رادیو تلویزیون ملی بودم. یک بارم تو برش چی پیداشت؟ گفت چی میگی؟ گفتم من اونجا کار میکردم. یا گرفت نوشته کرد یک لیست، گفت من یک روز میبرمت رادیو و ما یک برنامه میگیریم، خودت میتونی امرای از اینا به زبان خودتان. چون من در کورس بودم و قدر امکانات نبود که من بگویم من با آلمانی صحبت کردم اینا، گفتم که نه، گفتم من هنوز قدر نمیفهمم آلمانی که من صحبت کنم در رادیو. گفت نه نه، گفت ما برنامه داریم، چون میتونی به زبان خودتان. فریب جان وقتی کنجا رفتم و می برنامه چی را خواندم، باور کو کشکایم سر کرد. یا دیگه یعنی دوری بود که من دفعه از کارم دور شده بودم و تنها دست اینا بودم. سختی ها و اینا را پشت سر گذاشتم. وقتی که اشکایم خلاشتم، اشکایم هم سر کرد، گفت که چرا؟ گفت که ناراحت شدی؟ گفتم که من به یاد افغانستان، به یاد برنامه خود افتادم. گفت که هیچ کدام پروبلم نیست، تو میتونی که برای اینجا بیایی. گفتم کاش که من میتونستم کار کنم اینجا. گفت میتونی که بیایی. من گفتم وقتی که تانستم آلمانیم خوبتر شد، آه چرا نه. گفتم میتونم. گفتم میتونی به زبان خودتان اینجا یک برنامه داشته باشی. و به اینجا به نام رادیوی فرو بر من یک وقت دادن که تا فعلا نام برنامه دارم بر افغانای ما و محتویات برنامه ما همیشه همی اجتماعی و کلتوری و فرهنگی بوده و بعض وقتا هم تو موسیقی های مست افغانی. باز زنگ میزنن دوستا، کسایی که میشنون وقت داشته باشن، یک برنامه با اونجا دارم. بعدش وقتی که مرا بر رادیو شنیدن برنامه ما، باز از رادیو تلویزیون اونا خودشان از تلویزیون هم تماس گرفتن که خودت میتونی امی برنامه را به تلویزیون بر افغانا داشته باشی. چه خوب. البته من خودم زیاد جستجو کردم، یعنی سراغ میکردم، اما اینا وقتی که فهمیدن که من از افغانستان هستم و کارم به حساب رادیو و تلویزیون است، خواستن که من را جای بتن به تلویزیونم و فعلا به نام گنجینه افغانستان هم به رادیو هم به تلویزیون برنامه دارم که تلویزیونم مصاحبه است با کسایی که اینجا هم تانستن مثلا کارهای بسیار خوب کردن، بچه ها هست، پسر دخترهایی که زیاد کار کردن، زحمت کشیدن، تحصیلات عالی دارن، هنرمندای ما که هستن، هر کدومشون دعوت میکنم امرایشون مثل که شما مصاحبه و اینا میگیرین، من هم چی دارم. بسیار خوب. و در ضمنش باید ایرام یادآور شوم که حنیفه جان واحد در پالوی امی مصروفیت های زیاد خود یک نویسنده خوبی هم هستن و متصدی یک صفحه در مجله پیوستون هستن که همواره برش نوشته میکنن و واقعا یک خانم چند بعدیه که میتونه برای تمام عرصه زنده باش فریبا جان. ای ها همیش بر ما شما یک افتخار است و ما قبلا به مجله بانو همکاری داشتم. بله. که تشکر میکنم از نای جان علومی که امرای محترم غوث میر که نام لطف کردن و یگانه کس را که من باید یاد کنم فریبا جان آقای میرستن که وقت من به ترسک خند به اینجا آمدم روز دوم پناهندگیم، نمیفهم که از کجا خبر شدن، از طریق یکی از دوستا به من زنگ زدن که با وجود که ما ندیدیم اما ما میخواییم که پشتیبانی از خودت کنم، خودت وقتی که اینجا آمدی پناهندگی دادی، حنیفه جان شما تنها نیستین، دوین ما امی انجمن نداریم و انجمن شما را حمایت میکنن و این را هیچ وقت فراموش نمیکنم، جان سپاس میکنم ازشان. و زمینه ای را که ما به مشترک باشم امرای بانو و زیاد دوست دارم، مطالبش همیشه استفاده میکنم در رادیو و تقریبا حدود 3-4 سال، 3 سال خو میشه، دروغگو نشم 3 سال میشه. و ای که شما باز این مجله را شروع کردین کارهایش، زیادتر خوش شدم و خواستم امروز شما هم باشم در کنار شما من نیست، یک همکارتان که در رادیو تلویزیون ملی بودیم. خب نمیتونم بگویم نویسنده، اما شروع کردیم بعضی چیزایی را که آموختیم و این کار من باید یادآوری کنم که بیننده های عزیز و دوستایی که میبینن مرا، بعد از اینکه من کورس ها را فریبا جان خلاص کردم، چون من در افغانستان هم تقریبا 10 سال قبل از اینکه دمی جریان که دوره طالبان و اینا بود، من رشته کودکستان ها را خواندم و معلم کودکستان بودم که شما شاید هستین، چند وقت برای رادیو تلویزیون هم بودم و بعدش باز رسمی آمدم برای رادیو، اما رسمیت من برای رادیو آمدم و من اینجا رشته کودکستان ها را اوز بیلدون کردم و فعلا هم به حساب اینجا میگن وایت بیلدون، یعنی میخوایم که امو تجربه ما زیادتر بسازم
تقریبا یک سال و چند ماه میشه، یک سال و یک تقریبا یک و نیم سال و زیاد امکانش است تا دو سال ادامه پیدا کنه. اما چون من کار میکنم، رسما معلم هستم، معلم همکار هستم و ایره ما به بسیار چی از طریق اینترنت کارای ما پیش میبرم و ایره میخوایم که وای تبلدون به حساب از اینجا دیگه میتونین. موفق هستین، من مطمئن هستم. کار اصلیم فعلا اونجا است و در پولی ازو رادیو تلویزیون و نگفتن امانه که یک انجمن خوب افغانی هم داریم به نام امید دوباره که اونجا عملیه جان ترکانی هم رای ما هستن، خانم بسیار خوب لطیفه جان هستن. امیتی یک گروپ از خانم هستیم که بر افغان ها و بر خانم ها کار میکنیم و ما زبان مادری رو تدریس میکنم اونجا. خوب همین فعالیت ها رو داریم، بس است دیگه، از خانه رو هیچ نگوییم. از خانه رو نگوییم، خوب هم رویش است. دقیقا من آرزوی موفقیت با شما میکنم و مطمئنم هستم که موفق میشین، چون همیشه تلاش داشتین و دارین و همیشه وقت تلاش میکنین نتیجهش هم مثبت میگیرین. حنیفه جان قند، ما میخواییم که شما را داور زندگی خودتان تعیین بکنم همین لحظه و او ای است که اگر شما به جای داوری بشینین و حنیفه واحده، شما یک بار از هر نگاه ارزیابی بکنین، هم در مسائل شخصی و هم در مسائل کاری، و از ده نمره برش نمره بتین چند نمره برش میتین؟ خدایی فریبا جان، سوال بسیار سخت است. اگر من خود نمره بتم باز میگن چقی بر خود چی کردن؟ چرا من این سوال همیشه از مهمان های برنامه یک قدم پرسان میکنم، چون ما یک گپ داره میگه خود شناختن، بله. خدا شناختن است. بله. تا زمانی که ما خود نشناسیم و توانایی های خود ما درک نکنیم، ما نمیتونیم او را نشان بدیم برای دیگران که ما چقدر توانایی داریم، نه؟ و توانایی نشان دادن به این نیست که خدا نخواسته ما زور بازو نشان میتیم یا کدام چیز دیگه فقط نداریم و یا هرچی. توانایی های ما اینمی است که ما میتونیم به صورت مسئولانه در قبال هر مسئولیتی که میگیریم دقیق کار میکنیم و از او یک نتیجه مطلوب و مثبت میگیریم. ما میتونم به شما نمره بدم که و بیننده ها هم شما رو میبینن، شما نمره بدین باز من نمره یا کم میسازم یا زیاد، ولی ما میخوایم که خودت برات از ده نمره یک نمره بتی، چون مطمئنم بسیار آرزوهای دار آدم که باید او را بکنن که نمیرسه برش، ولی بله. بعضی چیزایی هست که ناخواسته دمرویت میه که نمیخوای بکنی انجام میدی. انجام میده، بله. حالا حاضر اینم یاره یک ارزیابی بکن که در کجا است. خب فریبا جان، یک کوتاه یک مورد دیگر هم میخوایم که شما پیشتر گفتین یک مادر هستین. واقعا که من افتخار به این میکنم که در مدت کم تانست مثلا خودم و اولادا ایره به خاطر یادآوری میکنم که هر کسی که بخواد یک کار را بکنه میتونه. بله، خواستن یعنی توانستن. بله دقیقاً. اگر ما تا جایی که میبینیم به کس دوستا بر نخور، اکثرا دیدین که فقط اکتفا میکنن به میگه یک چهار پول که میایه برشان داده میشه. یا مثلا خصوصا ما دوستای خود خانوما را، خواهرای عزیز خود میگم، باور کن فریبا جان، من همیشه هم رایشان یادآوری میکنم که خودت میتونی. دقیقا. هیچ وقت نگو من این کار را نمیتونم. حتی با مریضی، با مشکلات که آدم میباشه، میتونه که یک کار را انجام بده. و اولادام فضل خدا همیشان اینجا مصروف هستن، دختر کلانم، دختر دومی، هر کدامشان رشتای اختصاصی خود انتخاب کردن و به حساب درس های خود پیش میبرن و اونا را هم من حمایت میکنم، همیشه همراهشان هستم، تنها نمیمونم شان، گرچه که همیشه نام خدا به سر رسیدن و ازدواج کردن و فامیلای خود دارن و نام خدا پسر و باش که بگویم که بفهمن که مادر کلان هستم. نام خدا یک نواسگه کم شکر دارم که افتخار میکنم با وجود مادر کلان بودن خود. اما گپ شما که استاده شدیم و نگفتیم که حال اینه تو چیز هست، من نمیتونم کارک خانه خودم میکنم. باور کنین مثل افغانستان بعض روزا میشه که اما آسانتر شو بگیم که اگه برنج بخوایم پخته کنم، آجل میایم برنج تر میکنم، لباس هایم بجانم هست، بعد از اون میرم باز کارهای دیگر رو میکنم باش تا این تر شو اما باز دیگر کارهای میکنم. میفهمم دکتان میکنم و ده خود نمیتونم خود بخاطر که بسیار زیاد میشه، هشت خود میتونم. هشت نمره. خب این ارزیابی خود شماست، ولی مطمئنا کسایی که شما رو از دور میبینن و میشنون بالاتر از این نمره به شما میتن. واقعا کار را که میکنین، کارهایی که کردین، هر کدومش چشمگیر بوده و ارزشمند بوده و خودت امی برنامه که شد و شما را که میبینم در پلی این کارهای خود حال دیگه خدا میخوایم که کمک فارغ بسازم او کارهای من بکنم، اما با دوستای خود زیادتر باشم. یعنی حال آرزوی من یک چیز است و در خانم همیشان برای من همیشه میگن که مادر جان حال دیگه کمک به خودت فکر کن، حال دیگه زحمتی که کشیدی همیش کافی بوده، حال میتونی که مثلا ما کلانتر هستیم، هر کدام چی خود داریم، مسئولیتت
درصد کمتر است، میتونی امر دوستایت باشی، میتونی به جای فرهنگی و چیزی که دعوت میشی آزادانه بری و آل فقط به خودت یک کمک فکر کن. من ازشان تشکر میکنم واقعا. من باشین اونو... امیدوارم هستیم که هر آنچه آرزوهایی که به دل دارین و میخواین به او برسین برسین، که مطمئنا این تپ تلاش خودتان است که میرسانیدتان. بازم آرزوی موفقیت بیشتر برات میکنم علی جان، و بسیار بسیار تشکر از صحبت های بسیار خودمانیت، واقعا شیرین بود. من مطمئن هستم اگر ما خودت قصه بکنیم ساعت ها ساعت ها را حرف میزنیم، شب و صبح کردیم چون خاطره خوش است و فراموش نشدنی دیگه. سپاس از خودت، انشالله که در برنامه های بعدی همچنان خدا کنه ما تونسته باشیم یک قدم برای شما کار کرده باشیم. دقیقا در قدم ها رفتین شما و مطمئن هستم هر گامتان استوار است. خوش هستم که خودت یک ابتکار کردی که همه دوستار به این برنامه دعوت میکنی و همگی یک جا میشن، و ای که امروز مثلا دوستای ما در افغانستان، فامیلای ما هر کدامی که میبینن، و شاید هم گفته شما هر کس بخواه که یک چیز را بشنوه بیشتر بفهمن، این یک زمینه بسیار خوب است. از شما هم تشکر میکنم و از همکارای تلویزیون در مجموع بر همیشان سلام میگم. بازم میگم که فراموششان ما نمیکنیم. ببینین که در اتریش ما فریبا جان شما را یاد میکنیم و فامیلای ما هر کدامی که میبینن، دوستای ما در کجایی که میبینن، بازم داخرم سلام مرا قبول کنن و تشکر از خودت فریب جان. یک دنیا زنده باشی، همیشه موفق کامگار باشی که هستی. شکر قربانت، تشکر. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، ای بود داشته های ای برنامه که تقدیمتان کردم. مطمئنن که براتان خالی از دلچسپی نبود صحبت های شیرینی که با حنیفه جان واحد داشتم. انشالله تا برنامه بعد هر کدامتان به الله یکتا و به همتا می سپارم، کامگار باشید.